یک کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانی زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید جنگ شیروان یا شیروان قسمتی از مردم کشورهای واقع در شمال رود عرز که جزو خاک ایران شد در صدر اسلام مسلمان گردیدند ولی اکثر آنها تا دوره تیمورلنگ مسیحی بودند و تیمورلنگ بعد از اینکه کشورهای مزبور را اشغال کرد مردم را مسلمان نمود مسلمان شدن قسمتی از مردم کشورهای واقع در شمال رود عرس از زمانی آغاز گردید که مسلمین قدم به آذربایجان گذاشتند و مردم آنجا را که مثل سکنه سایر نواحی ایران دارای آیین زرتشتی بودند مسلمان کرد بعضی برانن که آتشکده معروف آذربایجان که در ساحل دریاچه ارومیه قرار داشته تا قرن سوم هجری دایر بوده و در آن هنگام تعطیل شده یا از بین رفته است و از آن آتشکده دانشمندانی برخواستند و به روایتی زرتشت هم از آنجا برخواسته است یکی از علل اینکه جغرافیادان ها و مورخین اسلامی قبل از تیمور نسبت به وضع جغرافیایی و تاریخی کشورهای واقع در شمال رود عرس کمتر توجه می کردند همین بود که میدانستند اکثر سکنه آن کشورها ایسوی هستند مهازا بعضی از جغرافیادان های اسلامی که مثل استخری و ابن هوقل و مقدسی و مستوفی شرحی راجب کشورهای مزبور نوشته اند و از روی نوشته های آنها می توان فهمید که کشورهای واقع در شمال رود عرس و از جمله شیروان چه وضع داشته است. شیروان کشوری بود که در طرف شرقی کوههای قفقازی کنار دریای خزر دارای انواع محصولات کشاورزی و به خصوص گندم بود عمرای محلی شیروان از زمان قدیم موصوم به شیروان شاه بودند و این عنوان به طور رسمی تا دوره نادر شاه باقی ماند ولی نادر که نمیخواست در کشورهای ایران غیر از او کسی دارای عنوان شاه باشد گفت که حاکم شیروان عنوان شیروان شاه را از خود بردارد در تاریخ قدیم ایران عنوان شیروانشاه یا شیروانشاه دیده می شود و از جمله در دوره صفویه این عنوان زیاد به نظر می رسید و اولین پادشاه صفوی که با شیروانشاه جنگید شاه اسماعیل صفوی بود و با اینکه در موقع جنگ خورد سال به شمار می آمد توانست که شیروانشاه را شکست بده شیروان از زمان قدیم به داشتن دو چیز معروف بود یکی چشمه آب حیات و دیگری تخت سنگی که موسا پیغمبر قوم یهودی با قلام خود موسوم به نون بران نشست و اعراب آن را سخر موسا می خوندن. حمدالله مستوفی جغرافیادان معروف شرق نوشته است که چشمه آب حیات در شیروان می جوشد و چند نویسنده دیگر گفته اند که اسکندر مقدونی برای نوشیدن آب حیات به قصد برخورداری از زندگی جاوید به شیروان رفت. در مناطق کوهستانی شیروان چشم خیلی زیاد است اما معلوم نیست که کدام یک از آنها چشمه آب حیات می باشد جغرافیادان های شرق نوشته آن تخت سنگی که موسا و قلامش روی آن نشستند در دربند واقع در شمال شیروان قرار گرفته و آن تخت سنگ کنار دریا است. شیروان از زمان قدیم دارای شهرهای متعدد بوده که امروز وجود ندارد و قله به مقدار زیاد در آن به دست می آمده است بعد از قله محصول پنبه شیروان فراوان و معروف بوده و فراوانی محصول مزبور در شیروان شاید جنبه استثنایی داشته است زیرا پنبه در مناطقی به مقدار زیاد به دست می آید که آب و آفتاب موجود باشد و شیروان دارای آب فراوان بود اما یک منطقه گرم سیر به شمار نمی آمد یکی از شهرهای بزرگ و معروف شیروان شهر شابران بود و سکنه آن شهر کیش عیسوی داشتند و حتی یک مسلمان در آن شهر نبوده است و امروز آن شهر وجود ندارد در صورتی که روزی از بلاد معتبر به شمار می آمد و ده کلیسا داشت دیگر از بلاد بزرگ کشور شیروان شهری بود به همین نام ولی شگفت آنکه شهر شیروان هرگز کرسی کشور شیروان نبوده و کرسی آن کشور شماخی نام داشته است دیگر از شهرهای بزرگ شیروان شهری بود که اعراب آن را بابالابواب الابواب می‌خواندند و نام فارسی آن دربند است ابن هوقل جغرافیادان قرن چهارم هجری که در همان دوره دربن را دیده میگوید که یکی از بلاد معتبر جهان است و دارای لنگرگاهی است که نظیر آن را در جای دیگر ندیده. و این می نویسد که دو کوه در شهر دربند در دریا پیش رفته و بین آن دو یک تنگه باریک به وجود آمده و کشتی ها بعد از عبور از آن تنگه وارد لنگرگاه وسیع دربند می شوند. و چون بین آن لنگرگاه و دریای خزر غیر از آن تنگ راه دیگری وجود ندارد هر قدر طوفان در دریای خزر شدید باشد آب لنگرگاه آرام میماند و به تلاطم در نمیآید ابن حوغل میگوید هنگامی که وی در دربن بود به طور متوسط هموار نزدیک یکصد کشتی در لنگرگاه دربن غیر از قایق ها دیده می شد. و این موضوع نشان می دهد که دربند مرکز صادرات شیروان بوده و کالاهایی هم که از کشورهای اطراف دریای خزر وارد شیروان می گردیده دربن در بندر در تخلیه می شده است. یکی از چیزهایی که سبب شد در شیروان توجه تمام جغرافیادانهای قدیم شرق را جلب کند سد باب الابواب بود که نباید آن را به سدی به همین اسم که در ما ورا اون ساخته ان اشتباه نمود هر دو صد برای این ساخته شد که جلوی حجوم قبایل شمالی را به سوی کشورهای جنوبی بگیرد صد ماورا اون نهر به روایتی از طرف تیمور لنگ ساخته شد و به روایت دیگر سلاطین خارزم شاهی آن را ساخته ولی سازنده صد بابل الابواب شیروان به طوری که مورخین شرق نوشته اند خسرو انو شیروان است که از سلاطین برجسته و دادگستر ایران بوده و مدت ده سال بنای آن سد یا دیوار طول کشیده پیوسته ده ها هزار تن مشغول ساختن آن دیوار بوده اند و دیوار مزبور به سوی مغرب امتداد داشت و تا موقعی که آن دیوار ویران نشد قبایل شمالی نتوانستن شیروان و سایر کشورهای جنوبی را مورد تهاجم قرار بدهند یاقوت جغرافیادان مشهور میگوید در عمر خود با اینکه شهرهای بسیار را دیده حساری به متانت حسار شهر دربند مشاهده نکرده و آن حسار تمام شهر را در بر می گرفت و هنگامی که دروازه دربند را می بستند محال بود که یک قشون مهاجم بتواند وارد آن شود یاقوت ننوشته است که حصار دربند از طرف که ساخته شده اما جغرافیا های دیگر نوشته اند که حصار و برجهای دربند رومی بوده یعنی اسلوب بنایی آن به قلاع مغرب زمین شباهت داشته است بعید نیست که دیوار متین دربند را سلاطین محلی ساخته باشند و چون در شیروان مسیحی زیاد بود هنگام ساختن دیوار معماران غربی را به کار گماشتند ولی آن دیوار در دوره خانه قاجار وجود نداشت و به همین جهت قشون کاترین دوم امپراتریس روسیه به طوری که گفتیم به سهولت وارد دربن شد و آن شهر را اشغال نمود دیگر از شهرهای بزرگ شیروان شهر شماخی بود که کرسی آن کشور محسوب می گردید و شیروان شاه در آنجا سکونت داشت. شماخی شهری بود آباد و دارای باغهای بسیار و جغرافیادانهای شرق نوشته اند میوه هایی که در آن شهر از باغها به دست می آمد در تمام قفقازی نظیر نداشت شهر شماخی در دوره خان قاجار یگان شهر شیروان بود که حسار نداشت اما حصار آن شهر را با خشت و گل ساخته بودند و وقتی مصطفی خان حاکم شیروان تصمیم گرفت که مقابل خان قاجار مقاومت نماید قسمتی از آن حصار فرو ریخته بود و مصطفی خان مجبور گردید که با سرعت آن را مرمت نماید شیروان مثل کشور داغستان سرزمین رودهای متعدد بود و اسامی رودهای شیروان در کتب جغرافیادانهای های غرب مذکور است و اسمهایی چون شاه رود، ملک رود، سلطان رود در آن کتابها دیده می شود. در قدیم در شیروان در فصل زمستان جانورانی که دارای پوست های گرانبها هستند شکار می کردند و به خصوص سمور در شیروان بیش از سایر جانوران وجود داشت و پوست سمور جزو صادرات شیروان به حساب می آمد تاریخ جنگ شیروان و در واقع جنگ شماخی در کتب مورخین به تفاوت ذکر شده است بعضی نوشته ان که جنگ شماخی قبل از سقوط شوشی در گرفت و بعضی تاریخ جنگ را بعد از اینکه خانه قاجار شوشی را گرفت ذکر نمودند در دوره سلطنت خانه قاجار واقع نگار درباری وجود نداشت و با اینکه در آن هنگام در اروپا روزنامه منتشر می گردید در ایران نشریه ای شبیه به روزنامه موجود نبود لذا وقایع روز بروز به روز به ثبت نمی رسید و بعد از چند سال که مورخی می خواست تاریخ بنویسد ناگزیر بود فقط به حافظه اشخاص متکی باشد و تاریخ وقایع را از این و آن بپرسد و در کتاب خود به ثبت برساند آقا محمد خان قاجار در حالی که بیمار بود و نمی توانه سوار اسب گردد و به میدان جنگ برود فرمان حمله به شماخی کرسی شیروان را صادر کرد و محمد حسین خان قاجار را فرمانده قشونی نمود که باید به شماخی حمله ور شود و به همی دلتین امر کرد که با توبهای خود به شماخی برود و حصار شهر را با گلوله های توب ویران نماید واقعی از کار افتادن توپ های آقا محمد خان قاجار در شوشی محمد حسین خان قاجار را هوشیار کرده بود. وی بعد از اینکه شماخی را محاصره کرد ادی از واحدهای جنگی خود را مستحوز توپ ها کرد تا اگر مدافعین از شهر خارج شدند و بخواهند که توپ ها را از کار بیندازند از عهده بر نیایند حمید اولتین روشی را که در شوشی پیش گرفت و نزدیک بود که منتهی به موفقیت شود تجدید کرد ویتوب ها را به گونه ای قرار داد که گلوله ها به قسمتی معین از هزار اصابت نماید و دیوار را از بالا به طرف پایین ویران کند و به مدافع این فرصت ندهد که بتوانند دیوار را مرمت نماید. تیراندازی توپ ها برای ویران کردن حصار شماخی از روز هشتم محاصره آغاز گردید و علت تأخیر تیراندازی این بود که توپ ها از عقب قشون به سوی شماخی میرفت و جاده های آن زمان در شیروان مانع از این می گردید که بتواند توپ ها را با قشون ببرند حمید التین که یک توپچی مجرب به شمار می آید توانست که در هشتمین روز محاصره شماقی توبها را سوار کند و حصار را هدف قرار بدهد درمان پزشک شهر شوشی مؤثر واقع شد و خاجی قاجار توانست راه برود و سوار اسب گردد و همین که بهبود یافت سوار اسب شد و راه شماخی را پیش کرد. در یازدهمین روز محاصره شهر خود را به شماخی رسانید و روز دوازدهم حصار شهر در منطقه ای که هدف گلوله های توپ بود طوری فرو که سربازان می توانستن از آنجا وارد شهر گردند آنگاه به دستور خاجه قاجار ها را با چهار پاره پر کردند و توبچی ها که در پناه سپرهای بزرگ توب قرار داشتند آنها را به شهر نزدیک نمودند توبهای های آن زمان دارای سپر بود تا اینکه تیراندازان مدافع نتوانند هنگامی که توبها در تیر رس است توبچی ها را هدف تیر قرار بدهند بعد از اینکه که توپ به شهر نزدیک گردید باشه شلیک چهار پاره به سوی مدافع این راه را برای ورود سربازان خاجی قاجار به شهر گشود. اما همی دلتین هر قدر کوشید که توپ ها را وارد شهر نماید نتوانست زیرا بعد از اینکه دیوار شهر از شلیک گلوله های توپ ویران گردید انبوهی از آوار به وجود آمد و توپ ها باید بازور بازو توپ ها را از آن آوار بگذراند مهازا حمید التین توانست چند بار با چهار پاره به سوی مدافع این شلیک کند و ادعی از آنها را به زمین بیندازد. مدافعین شماخی با اینکه می دیدن حصار ویران گردیده و سربازان خانه قاجار چون سیدی که از کوه فرود می آید به سوی شهر روان شده آن مقاومت کردند و تا وقتی یک سرباز مدافع بر زمین نمی افتاد مهاجمین نمی توانستند او را وادار به تسلیم نمایند محمد حسین خان قاجار که بعد از ورود آقا محمد خان کماکان فرمانده قشون بود بعد از اینکه حصار فرو ریخت سربازانی را که اطراف شهر بودند جمع آوری کرد و آنها را به سوی شهر فرستاد چون فکر نمود که معطل کردن سربازان اطراف شهر سودی ندارد و چون راه ورود به شهر باز شده است باید سربازان را به شهر فرستاد تا اینکه مدافعین از پا درآیند طرف جنوب شهر در خارج از حصار به کلی تخلیه شد و دیگر سربازان خان قاجار در آنجا نبودند. اردوگاه مرکزی خاجی قاجار هم در شمال شهر قرار داشت مصطفى خان حاکم شماخی و مدافع شهر وقتی متوجه شد که دیگر نباید امیدوار به پایداری باشد به مدافعینی که اطرافش بودن گفت هر کس که میتواند خود را نجات بدهد از شهر برود و در حالی که ادعی از مدافع این مقابل شکاف هزار جان فدا می کردند و تسلیم نمی شدند ادعی دیگر به وسیله نردبان و تناب از آن قسمت از دیوار که در جنوب شهر قرار داشت پایین رفتند و از شهر دور شدند محمد حسین خان قاجار موقعی متوجه شد که مدافعین می گریزند که مصطفی خان از شهر دور شده بود فرمانده قشون آقا محمد خان قاجار از فرار دیگران ممانعت کرد و آنگاه خبر فرار مصطفی خان در شهر شایع گردید آن عده از مدافع اینکه که پایداری می کردن و عزم داشتند که آنقدر به جنگن تا اینکه کشته شوند وقتی مطلع شدند که مصطفی خان گریخته سوس گردیدند ادعی از آنها از روی غیرت پایداری کردند و کشته شدند و بقیه ادامه مقاومت را بیفایده دیدند و دست از جنگ کشیدند و خان قاجار بر شهر مسلط کرد. طبق قانون جنگ در آن زمان چون مردم شماخی مقاومت کرده بودند باید مورد قتل عام و تاراج قرار بگیرند و مردها به قتل برسند و اموال سکنه شهر به یغما برود و زنها نصیب سربازان خان قاجار شوند ولی خان قاجار از دستور فرمان قتل عام و قارت خودداری کرد چند تن از افسران به آقا محمد خان گفتند مگر فراموش کرده که شهر باید مورد قتل عام و قارت قرار بگیرد آقا محمد خان گفت من این موضوع را فراموش نکرده ام ولی نمیخواهم که فرمان قتل آن و قارت را صادر کنم قدرت خاجه قاجار به قدری بود که وقتی گفت فرمان قتل عام را صادر نخواهد نمود هیچ یک از افسران جرأت نکردند که بگویند خودداری خان قاجار از صدور حکم قتل عام و قارت برخلاف قانون است آیا خودداری آقا محمد خان از صدور فرمان قتل عام و قارت در شوشی و آنگاه خودداری از صدور فرمان قتل و تاراج در شماخی دلیل بر این نیست که او تحت تأثیر اظهارات حاجی بابک قرار گرفت یک دلیل دیگر هم داریم که نشان میدهد که روحیه خاجه قاجار عوض شده بود مشروط بر اینکه شهر شماقی بعد از شوشی ساقط شده باشد گرچه واقعه سقوط شماخی قبل از سقوط شوشی هم مبین تغییر روحیه خانه قاجار است اما اگر شماخی قبل از شوشی ساقط شده باشد باید گفت تغییر روحیه خانه قاجار ناشی از اظهارات حاجی بابک مجتهد شوشی نبوده است دلیل مزبور این می باشد که خاجی قاجار نه فقط فرمان قتل و تاراج در شماقی را صادر نکرد بلکه از سکنه شهر باج نگرفت در صورتی که از سکنه شهر جوشی باج گرفت افسران او که دیدن خاجه قاجار فرمان قتل و تاراج را صادر نکرد انتظار داشتند که وی فرمان باج گرفتن را صادر نماید اما مشاهده کردند که خاجه قاجار فرمان گرفتن باج را هم صادر ننمود باز به گمان اینکه فراموش کرده یادآوری نمودند که از مردم شهر باج بگیرد خانه قاجار گفت من از مردم باج نخواهم گرفت افسران گفتند پس انعام سربازان چه می شود مستمری سربازان در آن دوره کم بود و برای معیشت آنها تکافو نمی کرد و سربازان امیدوار بودند که در جنگ ها هنگام تاراج چیزی قابل به دست بیاورند. اگر مردم شهرهای مغلوب مورد قارت قرار نمی گرفتند باری از آنها باز دریافت می شد و هر مرد باید مبلغی به فرمانده فاتح بپردازد و سردار فاتح آن مبلغ را بین افسران و سربازان خود تقسیم می نمود تا مانع از اعتراض آنها شود. خانه قاجار در شماخی اموال و املاک مصطفی خان را تصرف کرد اما از مردم شهر باج نگرفت و انعام سربازان خود را از کیسه خیش پرداخت و در تمام دوره سلطنت خانه قاجار سابقی نداشت که آن مرد در جنگ انعام سربازان را از جیب خود بپردازد افسران و سربازان آقا محمد خان از آن عمل مبهود شدند چون میدانستند که خاجه قاجار خسیس است و نمیتواند از جیب خود به افسران و سربازان انعام بدهد تغییر روحیه ی خان قاجار نشان می دهد که اگر آن مرد زنده می ماند مبدل به مردی دیگر می شود و با مردم بهتر رفتار می نم. باید متذکر شد که از فاجعه قتل عام در شهرهای مفتوح گذشته و به استثنای مجازات های که برای مقصرین صادر می گردید خانه قاجار در مورد مردم یک زمامدار معتدل بود در آخر عمر خاجه قاجار در هر نقطه از کشور که فاجعه ای اتفاق می افتاد مردم آن منطقه را در آن سال از پرداخت مالیات معاف می نمود و در زمان خشکسالی مردم منطقه ای که از نیامدن باران آسیب دیده بودند از پرداخت مالیات معاف می شدند هرگز اتفاق نیفتاد که آقا محمد خان قاجار برای یک هزینه ضروری از توانگران به زور پول بگیرد و در تمام مدت سلطنتش اتفاق نیفتاد که چشم طمع به اموال زیر دستان بدوزد در صورتی که میدانست بعضی از درباریانش به توفیل وی خیلی ثروتمند شده با اینکه در حکومت استبدادی آنچه قدرت زمامدار را حفظ می کند ایجاد وحشت در دلها و بکار بردن قوه قریه است و مردم عادی ایران در دوره سلطنت خان قاجار از او ظلم ندیدند و مأخذ تاریخی ما در دوره سلطنت آقا محمد خان جهانگردان اروپایی است نه نوشته مورخین دوره قاجاریه زیرا مورخین دوره قاجاری ناگزیر بوده اند که آقا محمد خان را پادشاهی دادگستر معرفی کنند و جنایات او را مثل قتل عام تفلیس از اعمال برجسته و پسندیده اش جلوه بدهند گفتیم که خاجه قاجار در مورد خاجگی خیش خیلی حساس بود و اطرافیانش میدانستند اگر کسی به کنایه بگوید که وی خاجه است کشته خواهد شد و هنگام محاصره کرمان دیدیم که مردم شهر به آقا محمد خان خیلی ناسزا می گفتند و تمام ناسزاها هم مربوط به خاجگی وی بود و آقا محمد خان که مقابل چشم و گوش افسران و سربازان خود آن ناسزاها را میشنید در باطن خود می پیچید و نمی توانست جلوی دشنام را بگیرد. و چون دشنام مردم کرمان تمامی نداشت کینه ای بزرگ در زمیر خاجه قاجار به وجود آمد و بعد از غلبه بر کرمان امر کرد که تمام مردان را کور کنند و به روایتی تمام زنها را نیز کور کرد چون گاهی زنهای کرمان بر حصار سعود می و مثل مردها به آقا محمد خان دشنام میدادند و ناسزای آنها نیز مربوط به خاجگی آن مرد بوده است مورخین ایران در دوره قاجاری نمی واقعیت را بنویسند و مجبور بودند که تاریخ آقا محمد خان قاجار را به رشته تحریر در نیاورند یا اینکه اگر می نویسند او را تجلیل نمایند اما مورخین و جهانگردان اروپایی مثل مورخین ایرانی دچار محضور نبوده اند و می توانستن آقا محمد خان را همان که بود معرفی نمایند و با اینکه سیعات و حسنات او را نوشته اند نسبت به مردم وی را پادشاهی معتدل می داند. روحانیون ایران پیوسته از او راضی بودند زیرا به وضع معیشت روحانیون توجه می کرد و به کسانی که دچار اسرت بودند مستمری می داد و می در آخرین بار که می خواست از تهران برود و ولی اهد خود یعنی خان بابا جهانبانی را احضار کرد تا اینکه وصیت نماید به او گفت بعد از اینکه به سلطنت رسیدی مستمری روحانیون را قطع نکن دنیای کتاب صوتی